حمایت سازمان های حقوق بشری آلمان از فراخوان زنان افغان ما را از اینجا بیرون بکشد. دوستای گرامی سلام. یک نهاد آلمانی که در مورد حمایت از مهاجرین فعالیت میکنه، اینا از دولت آلمان خواسته با وعده های خود که در قبال زنان افغانستان داده بود وفا بکنه. قصه از اونجا شروع میشه که یک تعداد بانوانی که در شورای صلح افغانستان قبلا کار میکرده و تعدادشان هم 30 و چند نفر می باشه، اینا ضمن گرد همایی از دولت آلمان خواهان ازی شده که ما و خانواده ایمون رو در یک جای امن انتقال بدهین، زیرا هر روز که میگذره هیچ اطمینانی بر گذشته و آینده نیست و ما جان ما در خطر است، ما و خانواده ایمون رو در یک جای امن انتقال بدهین. به این روز که روز 8 مارچ و روز جهانی زن هست، این سازمان پرو ازول از دولت آلمان خواسته که وعده ایره که شما در قبال افراد آسیب پذیر، در قسمت رهبران زن، در قسمت خبرنگاران زن و دانشمندان اینا داشتین، اینا را حتما به وعده خود وفا کنید. پروازول همچنان گفته فعلا جهان تمرکزش سر اوکراین هست و ممکن است که گروه حاکم که در افغانستان هست متوجه شود که جهان متوجه اوکراین است، در این صورت فعالیت های خود بالای مردم افغانستان بیشتر بکنه. مثلا شما امیل در جیران هستن که تلاشی خانه به خانه جریان داره، اکثرا جهانیان تمرکزش طرف اوکراین است در حالی که در افغانستان خانه به خانه تلاشی میکنه. ما شما دیدیم که در کابل، در غرب کابل توسط رنجر یک نفر زیر گرفت و او را به شهادت رسان و در دایکندی همی کار کردن. ای پروازول گفته که در حال حاضر که جهانیان مشغول اوکراین هست، ممکن است که همه گروه حاکم بالای مردم ظلم بکنه و یک تعداد کسا را دمی شلوغی، یک تعداد کسا را شناسایی کرده و اونا را از بین ببره. بنابراین اینا همه پروازول از دولت آلمان خواسته که به وعده های خود وفا کنه و به کسایی که همکارایش بوده یا ای که افراد آسیب پذیر بوده، اونا کتگوری داشتن، هنرمندان بودن، دانشمندان بودن، رهبران زن بودن، اینا از جمله کسایی بودن که دولت آلمان برای 7000 نفر یا 8000 نفر وعده پذیرش داده، ولی که کارش گاهی طول میکشه گاهی سریع میشه، نظر به شرایط تغییر میکنه. امیدوارستم که نه تنها این هموطنهای ما بلکه تمامی کسایی که وعده پذیرش دریافت کرده و کسایی که جانش در خطر هست زمینه برای نجات اونا فراهم شد. تا درود دیگر، بدرود.